شنوندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه دوم ماه جولای سال 2021 میلادی و برابر با 11 تیر ماه 1400 هست و متاسفانه با آقای امیر حسین لادن امروز نخواهیم بود. به احتمال زیاد هفته آینده روز جمعه با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. و اما اگر شما هم مثل من بعضی روزا سر صداتون صورتتون میریزه به هم، مخصوصا ایام بهار، حالا بهار تموم شد ولی این جایی که ما هستیم ویرجینیا نزدیک واشنگتن، میشه گفت تمام سال بهار، سبزی و این گلای مختلف و اینها، و اینجا خیلی آدم ها هستن که آلرژی دارن و جالبه خیلی آدم ها هم که آلرژی نداشتن مثل من به مرور زمان آلرژی گرفتن. راه حلی که خیلی ساده است اینجا پیشنهاد میکنن بدون قرص و دکتر و اینها، میگن برید یه جایی که عسل محلی تولید میکنن، درست میکنن، اونجا عسل اونو بخرید، صبح با چای یا کره و عسل، کره مربا که نمیشه، نوش جان کنید، میگن این کمک میکنه. بعضیا که میرن دکتر سوزنهای مختلف میزنن، قرصهای مختلف هست و اینها، در هر صورت بهترین بعد از عسل این دست و رو شستنه. و یه چیز خوب که تو ایران بود، حالا تو بیابون و خیابون و اینها هر جا لوله آب و تلمبه آب و باغچه و نمیدونم حوضی بود، همه دست و روشون رو میشستن و اینجا چون روزی یه بار دوش میگیرن این کار انجام نمیدن و با خودمون این گرد و غبار بیرون، حالا از چیزای کمیکال شیمیایی گرفته تا چیزای طبیعی، میاریم خونه و با ما هستن. من پریروز رفته بودم یه جایی 14 ساعت از صبح تا از شب رانندگی کرده بودم، حدود 600 مایل، دوستان میشه تقریبا نزدیک 1000 کیلومتر، یعنی از شیراز تا تهران. و وقتی برگشتم اصلا دیدم نمیشه، رفتم چشام و صورتم و اینا رو با آب ولرم که ما شیرازی ها میگیم ملور شستم و دیدم چقدر راحت شدم، اصلا انگار فرق کرد. بعضی ها که میگن حتی لباسی رو که بیرون پوشیدید عوض کنید، این چه رسمای خوبی بوده تو ایران، حتی قدیما آمریکایی‌ها این کار رو انجام میدادن و حالا متاسفانه می‌بینیم ما آمریکایی‌ها با کفش میان، ایرانی‌ها این کارو چیز میکنن، کفش رو میز میذارن، در حالی که اون موقع چیزایی که بیرون بوده وقتی میرسی خونه در میاری، چیزای خونه رو میپوشی، حالا هم راحت‌تر بوده، هم اینکه دیگه یه فاصله بین بیرون، حالا از لحاظ کثیفی، تمیزی، بهداشت و اینها، و آخریش هم از لحاظ آلرژی و اینها بوده. خب من هفته‌ای که گذشت با یک پناهجوی از طریق فیسبوک آشنا شدم که میخواستم امروز باهاش یه مصاحبه انجام بدم، چون تماس نگرفت و اینا و ما نمیخوایم مزاحم کسی باشیم. این کلمه سرزده درسته یا سرنزده؟ بریم تماس بگیریم، میذاریم برای هفته آینده. هفته آینده به احتمال زیاد یه مهمونی دارم که این آقای پروفسور به اصطلاح باور داره که حکومت ایران باید حتی دسترسی به اسلحه اتمی و اینها هم داشته باشه، همون شعاری که میگفتن چیز. البته ایران همیشه میگه ما نخواستیم اسلحه اتمی، سلاح اتمی، بمب اتمی، میگن ما نیروگاه اتمی میخوایم و اون امکانات دیگه‌ای که از اتم هست. کی راست میگه کی دروغ من نمیدونم، خودتون برید به اصطلاح تحقیق کنید. و اما یه فیلمی هست که 10 دیکتاتوری که به صورت وحشتناکی توسط مردم خودشون کشته شدن، اعدام شدن، از بین رفتن، این رو سعی میکنم بهتون نشون بدم اگه وقت کنم. خوشحالم که برنامه شماره 7 شاهین رو، شاهین 2000، حتما برید توی یوتیوب نگاش کنید، پیدا کنید، عضو بشید. و اگرم خودش یه وقت هست، آها شاهین اینجاست، میگه الان که واکسن هم نمیزنن اگه آلرژی داشته باشی، میگن خطرناکه. شاهین جان لطف کن، خواستم قاشق چنگالی حرف بزنم، لطف کن لینک
کانالت رو اینجا بذار برای دوستانی که احتمالا هنوز شما رو نمیشناسن، بیان ویدیوهای گوناگونی که داری نگاه کنین. کارهای خوبی میکنه، کتاب معرفی میکنه. من حتی هفته قبل بهش گفتم حالا یکم من به تو گیر میدم، نمیشه که تو همش گیر بدی به ما پیرپاتالا، کراوات پهنمون رو مسخره کنی، نمیدونم موی سفید، نه بابا بنده خدا موی سفیدمون رو مسخره نکرده. بعد گفتم این چیه، تو 6 تا عینک با خودت میاری، یکی رو چشمت، یکی رو یقت. یادم سالها پیش من یه مصاحبه کردم با یه خانم دکتر جوونی که این خانم دکتر جوون اومده بود یه کار خارق‌العاده انجام داده بود و یکی از کلیه‌هاشو داده بود به یه جوون دیگه و ما خیلی خوشمون اومد، این دعوت کردیم که بیاد. این بنده خدا با ماشینی هم که اومده بود، ماشینش روباز بود، سرباز بود، اینجا میگن کانورتبل، و گفت که نه با این قیافه و اینا. گفتم خانم خیلی هم خوبه، بیا دیگه همینجور معمولی. این عینکش که رو صورتش بود، چون مثل ماشینای سرباز، مثل موتورسیکلت دیگه، خلاصه عینک رو گذاشت رو موهاش، اومد اونجا. بعد باورتون نمیشه 20 سال از این ماجرا گذشته ولی من یادم نمیره، یه خانمی زنگ زد. حالا بین این همه تلفنایی که میزدن تشکر میکردن، کاری رو که این انجام داده بود قدردانی میکردن، تشویق میکردن دیگران این کارو بکنه، روی گواهینامه‌هاتون بنویسید که اگر شما خدای نکرده فوت شدید، احتمالاً جوان هستید، این اعضاء بدنتون به دیگران برسه. بعضی وقتا یه نفر 7-8 نفر رو از مرگ نجات میده، یا 7-8 نفر رو از مرگ تدریجی. حتما شما میگین مرگ تدریجی چیه؟ اینایی که کلیهشون اشکال داره، یه مرضای دیگه دارن، هی هر هفته باید برن بیمارستان، نصف روز اونجا باشن، خونشون تصفیه بشه، خونشون عوض بشه و اینها، این مرگ تدریجی حقیقتا. ما منتظر این بودیم، یه خانمی زنگ زده و بیشتر من ناراحت شدم که یک خانم نسبتاً مسنی زنگ میزنه به یک خانم دکتر جوانی که آمده با خواهش و تمنای ما تو برنامه شرکت کرده، چون این انقدر بزرگوار بود که نمیخواست حتی خودنمایی کنه، یا به قول علانیا تو ایران میگن ریا میشه، ریا کنه و اینها. بعد گفت خانم شما چرا عینک تو زدی رو سرت؟ منم ببخشید هرچی از دهنم در میمد بهش گفتم. و بعد گفتم اینم یه دلیل دیگه که این تلفنای مستقیم و بی خود رو باید از برنامه های تلویزیونی حذف کنیم. و خیلی خوشحالم که الان فهم و شعور هم مجریان برنامه، هم بینندگان شنوندگان برنامه به جای رسیده که این تلفن‌های بیخود میگم. مثلا آقای محمد تیرانداز، من تا میمدم زنگ میزد، از شیعه ها ایراد میگرفت، تبلیغ سنی ها میکرد، آقای نجاری زنگ میزد، نمیدونم یه مشتی اصلا رگولار شده بودن اینا، این قهوه‌خونه مشقنبر میگفتن شما میای آب میپاشی و جارو میکنی و فلان اینا، اینا میان میخوان یه چایی بخره، تازه نمیخریدن، پولی هم نمیدادن. بماند این ماجرای 10 تا دیکتاتور رو گفتن که مثلا همون محمد نجیب الله افغانستان، اگه اشتباه نکنم کی بود، چایکوفسکو با اون چیزا یادم میره، دانشمنده anyway، با یک شم موزیسین اینا رو قاطی میکنم، و انور سادات حتی گفته بود و اینها. و اما دوستان نظر شما راجع به اعتصابات ایران چیه؟ میگن شکست یتیم پدر مادر نداره، ولی پیروزی هزاران پدر و مادر داره. معنیش هم اینه که اگر یک کاری انجام شد، این کار خوب بود، همه میخوان بیان بگن این کار رو ما انجام دادیم. حتی هفته قبل دیدید من برای آقای نیساری و برای آقای آبتین به اصطلاح تو برنامه گفتم، گفتم آقا شماها، من ساده و رک بهتون میگم، شما یکی دو قدم از مردم عقب هستین ولی نمیاین بگید که خب خیلی خوب، آفرین که این کار انجام شد. میان یک جوری وانمود میکنید که یعنی مردم رهرو و دنبال روی شما هستن و شماها چیز هستین، به اصطلاح شماها رهبر هستید. و حالا اینها اعتصاب کردن، حق مسلمشون اعتصاب کنن. من همیشه گفتم اگه میخوایم کاری انجام بشه باید کارگران اعتصاب کنن. آقا دانشجو اعتصاب کردن هیچ فایده نداره، معلم و استادش خوشحال که دانشگاه تعطیل میشه، دانشجو هم بدبخت جوون اون موقع خوشحال که دانشگاه نرفته، بعد فرداش نمیفهمه چه بدبختی و چه مصیبتی تا 50 سال آینده دنبالش. حالا یه قشر دیگه هست که میان اعتصاب میکنن، اینا بازنشسته ها هستن.
آخه آدم بازنشسته میاد اعتصاب میکنه چه فایده ای داره؟ اصلا مسئولین دولت میخندن، ولی کارگر، اون کسی که چرخ صنعت مملکت رو داره میچرخونه، مخصوصا کارگر شرکت نفت که داره انرژی و سوخت و اینها میده، حالا ببینیم چی میشه. درخواستاشون باید به ببینید. یه اشکال دیگه که هست، به خاطر ندونستن قانون بعض وقتا ما بلد نیستیم که آقا شما اگر کارمند یا کارگر قراردادی هستی، هیچ به شرکت نفت نیست، شما باید اعتصاب کنی برای اون کانترکتور یا شرکتی که شما رو استخدام کرده. حتی اگه حقوق شما از کار کردن برای شرکت نفت میاد، ولی اون دلالی که اون وسطه، شما باید اونو فلج کنی تا اون مثلا بتونه. در اصل اینا رو سندیکاها، انجمنها، یونیونها و اینها انجام میده که متاسفانه ما نه در رژیم شاه داشتیم نه در رژیم شیخ، چون هر دو دیکتاتور هستن. هفته قبل شاهین به من گفت تصویر پشت سرت خیلی شفاف و کلیره، ولی تصویر خودت همچین واضح نیست. امروز که دارم نگاه میکنم متوجه میشم ایشون چی میگه. سعی میکنم برنامه آینده مقداری تغییراتی بدم. میدونید شما مثلا دوربینو اگه روی من نگه دارید، این پشت تاریک میشه، تصویرش همون آپشن پورتره هست روی آیفون و اینا. دوربینو اگه روی این پشت نگه داری، تصویر من چیز میشه. حتی بعضی دوربینا هست که اوتوماتیک عوض میکنه، ما اینو از اوتوماتیک برداشتیم، ولی شاید بعضی وقتا حرکت دست و اینا باعث میشه که این به اصطلاح کار انجام بشه، و از این بابت از شما عذر میخوام. دوستان امروز که دوم ماه چیز هست، دوم ماه جولای هست، این ماه ماهیه که آمریکا 200 چند سال قبل به اصطلاح انقلابی کردن و خودشون را از انگلستان جدا کردن و از زیر سلطه سلطنت آمدن بیرون و اعلام جمهوری کردن سال 1776 اگه اشتباه نکنم، و 4 جولای، البته با کمک فرانسه بود، و به همین خاطر همیشه آمریکایی‌ها ارادت خاصی به فرانسه دارن و خیلی هم دولت آمریکا کمک میکنه بعضی جاها، حتی مالی و اسلحه و اینا، به دولت فرانسه. ولی پس فردا سال روز یا سالگرد این روز استقلال هست، همه جا تعطیله، و وقتی تعطیلی میفته روز یه شنبه، اینا به جاش دوشنبه رو هم تعطیل میکنن. در صورت از فردا اینجا تعطیله، ولی از همین امروز همه جا تعطیله. از امروز چی؟ از دیروز تعطیل بوده. و امیدوارم شما هم اگه در آمریکا هستید، هر جایی هستید، مواظب باشید. بچه هاتون اگر با این فایرورک، وسایل آتش بازی و اینها بازی میکنن و اینها، به اصطلاح خودشون رو نسوزونن، دیگران رو نسوزونن، به دیگران لطمه و صدمه نزنن و الی آخر. خب پیمانکار دلال نیست جناب سوربی. آقای کامیار، من نوشته شما رو برای آقای لادن فرستادم، اونو منم باور دارم. من بعض وقتا رانندگی میکنم، میبینم مثلا یه گاوی داره سرش رو زمینه، رو علف ها داره میخوره. پیش خودم میگم که خب این گاوه میتونه اصلا بزنه به این دره واز کنه و بره، ولی حتما از خودش میپرسه خب حالا من از اینجا برم بیرون، تو جاده ماشین میزنه بهم، یکی دیگه منو پیدا کنه، ممکنه همه امروز سرمو ببرم. و این ورش اسارت، حالا یا شیر میده یا گوشتشو بالاخره تو قصابی میخورن، اون ورش یک انونه، یه جایی، یه شرایط ندانسته ای هست، اون چی میشه؟ این نوشته شما رو من برای آقای لادن فرستادم، حتما هفته آینده در این مورد صحبت میکنیم، چون نظر ایشون رو خواسته بودید. ممنونم. شما وقتی میگید پیمانکار دلال نیست، منظورتون چیه؟ اصلا این کلمه دلال یعنی چی؟ خب بالاخره یه نفر بین این کارگر و اون هست، حالا شما اسم پیمانکار میذاری بذار، اینجا کانترکتور میگن بذار، بروکر میگن بذارید، ولی این داره دلالی میکنه این رو برای این. حالا دلالی ممکنه خواستگاری باشه، دلالی ممکنه دلال ماشین باشه، دلالی ممکنه دلال مواد مخدر باشه، این دلال کاره. کار این آقا رو برای این شرکت
داره دلالی میکنه. حالا کلمه دلالی هم من نمیدونم حقیقتش ریشهش کجاست، خوشحال میشم. چایکوفسکی، خیلی ممنون. گاهی وقتا زبون آدم میگیره و ممنونم. آقای اکبری نوشته اونی که شما گفتی چایکوفسکی هست و بعضی از اینا واقعا به چه وضعی، و آدم همون موقع هم اصلا دلش میسوزه با وجودی که اینا دیکتاتوری کردن، آدم ها رو کشتن، زنجیر کردن و نمیدونم آتیش زدن، زنده زنده پوست بعضی هاشون رو کندن، ولی ما وقتی نگاه میکنیم اینا از اون عزت دروغینی که ساخته بودن امروز به این ذلت رسیدن، آدم دلش میسوزه. و دیدیم مثلا اون قذافی چه بلایی به سرش آوردن اینها. و اما داریم درباره کارگران اینها صحبت میکنیم. دیروز چون اول ماه جولای بود دو سه تا خبر بود. بزرگترین خبرش این که از دیروز آزاد شده توی منطقه شما میتونید ماریجوانا، مثل که تو ایران بهش میگن گل، بعد حشیش فرق میکنه با این. ماریجوانا همون شادونه خودمون هست. در هر صورت برگ اونو تا 28 گرمش رو داشته باشید، ولی قانونا همیشه کجاست، هلند یا لاس وگاس و اینا هست که مثلا تن فروشی قانونیه ولی اگر یک کسی بخواد بخره غیر قانونیه. این ماجرای حشیش نباز، ماریجوانا هم الان اینجوریه، میگه آزاده، شما میتونید داشته باشید تو خونت هم بکاری، ولی خرید و فروشش تا سال 2024 فعلا انجام نمیشه. یک خانمی لطف کردن از برلین آلمان پیام گذاشتن، اون رو براتون پخش میکنم. اینجا نوشتم ماریجوانا آزاد شد، اجازه بدین خط بزنم. بغلش نوشتم اضافه حقوق کارگران بشتابید، ساعتی 20 سنت به کارگرا اضافه شد از دیروز در ویرجینیا. یعنی اگر یک کارگری مینیمم حقوقش 7 دلار خورده ایه، حالا بگو 10 دلار، حالا بگو 15 دلار، 40 ساعت در هفته کار میکنه، حالا 40 تا 20 سنت که 8 دلار در هفته میشه به این اضافه شد. دوستان اونجایی که من کار میکنم از بعد از این ماجرای کووید، این شیرهای آبی که برعکس هست و سردخونه هست و اینها بستن، برای که به اصطلاح میکروب و ویروس و اینها واگیر هست به هم دیگه به اصطلاح چیز نکنین، و شما مجبوری بری یه بطر آب مثل این که بیرون 10 سنته، گاهی وقتا گرون باشه 25 سنته، یه بطر آب مثل این رو بخرید 2.5 دلار. حالا دولت دیروز با ساز و بوق و کرنا که 20 سنت اضافه شد، و من همون موقع فکر کردم که خب این 20 سنت میشه پول 3 تا این، ما میگیم شیشه آب، زمین که اینا دیگه شیشه نیست، بطری، حالا بگیم بطری بهتر چون هم بطری پلاستیکی هست هم بطری شیشه ای. اینم از این. و اما بیل کازبی که زمانی به نام پدر آمریکا خوانده میشد و 3 سال پیش در پی شکایاتی که خانم ها ازش کردن، حدود 50 نفر ازش شکایت کردن، که وقتی 50 نفر میان جلو شکایت میکنن مردم میگن حتما 500-600 نفر هستن که از آبروشون میترسن نمیان به هر دلیلی. خلاصه اینا آمدن و شکایت کردن و این آقا رو بهش دادن 10 سال زندان. الان 83 سالشه، یعنی در 80 سالگی بهش دادن 10 سال زندان، که همه میگفتن دیگه تو زندان میمیره و اینها، چشمش کور نابینا شده بود، کور شده بود، راه رفتن براش مشکل بود و اینها، ولی پریروز آزاد شد. حالا این که بعضیا قانون آمریکا رو دوست دارن به این خاطره، law and order یا balance check and balance. این گفتن که دادستان اشتباه کرده، اومده به این یه قراردادی بسته، گفته شما محاکمت نمی کنیم، هم به خاطر سنت هم به خاطر معروف بودن تو اینها، به شرطی که بیای بگی چه اتفاقی افتاده که ما این رو سرمشق کنیم برای دیگران. این هم نشسته توی جلسه میکروفون و اینها هم دپوزیشن بهش میگن، نشسته قشنگ گفته که بله ایشون قرص میداده به خانوما تو مشروبشون، بعدم میبردتشون، اون بند خدا بیهوش بوده، این سوء استفاده میکرده، حالا بعضی ها اسمش آزار جنسی میذارن، این سوء استفاده جنسی و اینها. خلاصه همه اینا رو که گفته، بعد یه دادستان دیگه اومده از گفته های این استفاده کرده در دادگاه،
میگن آقا این غیر قانونیه، چون شما این کاری که میکنی دیگه قول و حرف دادستان قبلی رو بی ارزش میکنی، هیچ کس دیگه از این به بعد اعتماد نمیکنه به دولت. و الان منتظریم ما همه منتظریم که اینایی که با ترامپ کار میکردن یکی یکی بیان از ترسی که خودشون نرن زندان، بگن که آقا اون چیزایی رو که ما غیر قانونی انجام دادیم با ترامپ میگیم، اینو بندازید زندان، ما رو نندازید. و دیروز باز چندین شکایت مختلف، اگه اشتباه نکنم 15 تا جرم مختلف برای اون بالاترین مقام مالی CFO، من نمیدونم به فارسی چی میشه، چی فاینانشال آفیسر، یعنی این قسمت دارایی یه شرکتی یا هرچی که میگن این برای بچهش، برای نوهش، برای عروسش، اینا خونه اجاره میکردن به نام شرکت ولی اینا سوء استفادهن برای که مالیات ندن، شهریهای گرون، نمیدونم فلان، اینا 15 تا به همون موقع هم دستبند زدن رفتن. همه امیدوارن این بیاد به اصطلاح چیز کنه. خیلی ها باور دارن، یادم سعید میگم حالا از ما قهر کرده و این خیلی جای واقعا برای من باور نکردنی بود که سعید که من اینقدر بهش فکر میکردم واقعا درک میکنه آدم رو، من یه موضوعی رو که توی دلم بود بهش بگم و قهر کنه. حالا امیدواریم قهر نکرده باشه، ولی اگه قهرم کرده باشه خب چی میشه، من از امشب با پای برهنه میخوابم. بمانه این میگفت که چند تا خودکار قرمز دارم، یکم اینجا دارم، میگفت که ترامپ مثل بهش میشه بگیم دان تفلان، یعنی مثل مایتابه تفلان هیچی بهش نمیچسبه، هرچی محکومیت و اینا میاد مثل تخمرغ و روغن و اینا داغ میشه، ولی اینجوریش میکنی میفته پایین و نمیچسبه. ولی یه نفر دیروز مثال خوبی زد، گفت حتما شما باور دارید که گربه 9 تا زندگی داره و ممکنه شما 7 تاشو ببینید که هی میفته یه جایی نمیمیره اینا، ولی بالاخره یه زمانی اون دوتایی دیگه هم اتفاق میفته و بعد از اینکه 9 تا زندگیش گذشت حالا دیگه موقع مرگش میرسه. این رو در مثال دادگاه‌های ترامپ به اصطلاح عنوان کرد و گفت ترامپ مثل گربه میمونه که به اون زندگی نهمیش رسیده. دوستان عزیز اجازه بدین من پیام این بانو رو از آلمان پخش کنم که متاسفانه نمیدونم صدای ایشون خیلی خوب نیست، حالا نمیدونم سیستم تلفنشونه اینها، چون من با دستگاه‌های مختلف گوش دادم اینجوری بود. امیدوارم یه کاری کنن بهتر بشه وقتی میخوام پیام بذارن و ببینیم که این دوست ما چی میگه. امیدوارم در پناه بله آقای بیژن رضاوندی. دوست عزیز من موقع برنامه زنده روی صفحه مردم تیوی نیستم، فقط روی صفحه شخصی خودم نگاه میکنم و این دوستان که لطف میکنن مینویسن باهاشون در تماس هستم و کل کل میکنه آقای بله دلال میشه واسطه. خب شما فکر میکنید اگه به یه کسی که مثلا پتروشیمی، من یادمه اون موقع یه سریای بودن، یا پالایشگاه آقای پیروی که بچه کازرونم بود، پیمانکاری پیروی داشت، خب این واسطه بود بین افرادی مثل پدر من که کامیون داشتن و شرکت نفت. شرکت نفت میگم ما شما رو مستقیما چیز نمیکنیم، چون نمیخوایم اگه 200 تا کامیون میخوایم 200 تا قرارداد ببندیم، ما یه قرارداد میبندیم به پیروی و اون میاد شما رو استخدام میکنه. که اینجوری یه عده‌ای هم واقعا بی‌عدالتی میکردن و پول زیادی به عنوان کمیسیون میگرفتن. خیلی قشنگیشون گفت بله. اون یکی هم میگه چایکوفسکی موسیقیدان بود، پس شما منظورتون چاوشسکو بود. ببین میدونستم که دارم اشتباه میکنم. بله مال رومانی بود، مال کجا بود این موسیقیدان؟ منظورم نیست، منظورم دیکتاتور است. خیلی ممنون. رابرت کارل و بیل کارل زمان شاه در فیلم تعقیب بازی میکردن، یادش به خیر. نمیدونم در رابطه با چی میگین این رابرت کارل و بیل کارل کازبی. آها بیل کازبی با رابرت، آها بیل کازبی کمدین خیلی معروفیه، البته یه مدتی با سیاها در افتاد، به سیاها گفت هی نگین اینا بابای ما رو برده و فلان، اینها این باعث میشه که عقب بیفتین، بیاین اون ماجراها رو فراموش کنید، شما تو آمریکا هستین، ملت جونشون رو به خطر میندازن که برسن اینجا، شما اینجا هستی،
برو کار کن، اونا اجازه کار ندارن، فلان شما اجازه کار داری. سیاها گفتن این شده انکل تام و خودش رو کلبه امبو تام بود کی بود، خودش رو با سفیدا بیشتر نزدیک میکنه. ولی اینجا یه سریالی داشت، نقش یه دکتری رو بازی میکرد، خیلی معروف بود و اون موقع بهش میگفتن بابای آمریکا. البته این بابای آمریکا افتاد زندان، حالا به خاطر اون اشتباهی که در سیستم دادگاه بوده و اینها به اصطلاح پریروز آزاد شد. آقای شکیبا، کامیار شکیبا میگه پیمانکارها ضمانتنامه بانکی به کارفرمایان میدن، در مقابل انجام کار مسئولیت دارن، اگه تأخیر کنن دچار پنالتی یا جریمه میشن، ولی کارگران حقوق روزمزد خود را میگیرن و کارگر کاری به این مسائل ندارد. مستظر هستید که مسئولیت هزینه دارد. با احترام به همه کارگران عزیز که موتور اقتصاد کشور هستند، من خودم پیمانکار هستم و همین الان 50 نفر از نیروهام در اصلویه در اعتصاب هستند که میگم خدمتتون. خیلی ممنونم، خوشحالم که شما بیننده برنامه هستی و میدونم در ایران هستی، ولی اگه امکان داره برات حمایت کن. ما باید یک کسی رو تو ایران پیدا کنیم که اتفاقا به این پناهجویی که توی ترکیه هست، گفتم خب چجوری کسی بخواد بهت کمک کنه، گفت یک کسی باید اینجا کارت به کارت کنه. گفتیم نه بابا، شما باید یه امکانات فراهم کنی که کسی از آمریکا اروپا میخواد به شما کمک کنه، میدونید فسیلیت میگن، یعنی روان کنید اون کار رو براشون، امکانات فراهم کنید. در هر صورت ما باید یک کاری بکنیم که از دوستانی مثل کامیار و دیگران حمایت بگیریم. دوستان اگر امکان داره، در آمریکا هستید، در آلمان هستید و اینها، حمایت کنید و ما هم ازتون تشکر میکنیم. بله، اون چایکوفسکی موسیقیدان بود، شما درست میگی، چاوشسکو اون دیکتاتور بود که به وضع خیلی بدی کشته شد. یکی دوتا نیستن، بعضی هاشون تو دادگاه میبرن بعد میارن جلو جوخه اعدام، بعضی هاشون هم مردم همینجوری چیز میکنن. و اون چیزی رو که شما درست میگی، اینجا هم حتی شما اینجا پیمانکار میشه بروکر، حتی کانترکتور هم که میاد یه کاری انجام میده که اونم به یه نوعی پیمانکار میشه با کاونتی، با شهردارینا، یه چیزی به نام باند. شما درست میگی، باید بیمه داشته باشه، باند بسپاره، سابقه خوبی داشته باشه، ضمانت بانکی داشته باشه. و اینه که بعضی وقتا یه نفر که میخواد برای یکی کار کنه، اگر کارشون به مشکل خورد، میره به اون شرکت میگه، باند اونو نگه میدارن، باند اون ضمانت و اینها هست، وثیقه هست اگه اشتباه نکنم. در صورت ممنون و متشکر. حالا همه اینها به قول معروف ماجراهای جنبی بود، اصل ماجرا اینه که کارگر حق داره اعتصاب کنه، کارگر حق داره حقوق اضافتر بخواد، ولی یادتون باشه پیمانکار هم حق داره بره کارگر دیگه استخدام کنه. همینه که الان به اینا میگفتن اگه اعتصاب میکنید، حالا شاید آقای کامیار خوش نیاد، میگفتن اگه اعتصاب میکنید در محل کارتون وایسین، نه که کارو ول کنید برید خونه، بعد اون کارفرما بتونه کارگر جدید استخدام کنه، اون کارگرم که میاد متوجه نشه که اینجا کارگرای قبلی ناراضی بودن. بعضی وقتا حتی میبندن در اونجا رو کارگرا، نمیذارن کارگرای دیگه باشن. ولی یادتون باشه در همین آمریکا دوره ریگان، اینایی که توی برجای کنترل چیز هستن اعتصاب کردن، ریگان همشون رو اخراج کرد، به جاشون آدمای جدید آورد. یعنی این قسمت هم داره، یه دفعه میبینید شما میخواین 50 سنت حقوقتون زیاد بشه، همین حقوق خوب و کار خوبی هم که دارید از دست میدید. اونجاست که باید یونیون ها، این به اصطلاح سندیکاهای کارگری و اینها، اونها بشینن مشورت کنن. اعتصابات نباید یه دفعه باشه، اعتصابات اول به صورت اعتراض، به صورت صحبت اینا انجام میشه، بعد اگه به نتیجه نرسید تازه اعلام میکنن ما از هفته دیگه، از ماه دیگه اعتصاب میکنیم، که مردم رو به اصطلاح آزار اذیت نده، والا همون مردم برمیگردن بر علیه همین کارگران. در صورت باید صبر کرد ببین چی میشه، مخصوصا با این رهبری های قلابی. مجاهدین میگه ما گفتیم، دوستان ما میگن ما که گفتیم، ما از دو ماه پیش میگفتیم بیا.
بله آقا، ولی شما از دو ماه پیش برای هر چیزی میگفتید بیا، در اصل اوکی شما گفتی، حالا بعدش چی کار کنن؟ تو این برنامه ها گوش میدادم، طرف میگه خب آقای کارگری که اعتصاب کرده که روز معمولی که کار میکنه حقوقش رو نمیدن، حالا که اعتصاب کرده کمکشون کنید. گفت بله البته صندوق های تهیه دیدیم. آره شما صندوق درست کردین، مردم هم شجوری دارن پول میریزن توش، اگرم کسی تصادفاً اشتباهی پول بریزه توش، شما چه آدم خوبی هستی، اون پولا رو برمیداری میبری اصلویه میدی به اون کارگر. یه روزم آقای کامیار روت کن پیغام بذار ببینیم چرا اینا اعتصاب کردن، کارگرهای شما 50 نفر کارگر چرا اعتصاب کردن؟ شما حقوقشون رو کم میدید، خود شما اتفاقا بهشون گفتید بیان اعتصاب کنید، این حقوق مثلا کمه، مال 4 سال پیشه، 5 سال پیشه، یه مقدار بیشتر ما رو آگاه کنید، چون چیزایی که ما اینجا گوش میدیم هیچ چیزی به غیر از مزخرف نیست حقیقتا. من چندین بار تو برنامه مختلف راجع به کلاب هاوس صحبت کردم. دوستان من سعی میکنم دیگه اصلا تو کلاب هاوس نرم، دعوتی هم که میکنن دوستان خوبی مثل آقای معیدی و دیگران هی دعوت میکنن، خودم رو کنترل کنم نرم، چون من فکر میکنم کلاب هاوس رو هم دست ما ایرانی ها بدن ازش یه وسیله دیکتاتوری میسازیم. دیروز یه جایی بودم، آقای شهرام همایون اومده بود طبق معمول تعریف شاه و رضا شاه و دروغ، همه دروغ دروغ، و یک لحظه این آقای همایون از خودش نمیپرسه آقا این اگه خوب بود خوب بود چرا اینجوری شد؟ بعد میگه خب اینا که یه مشتی بی تجربه بودن. آقای همایون این آخوندا نیستن که حکومت جمهوری رو میچرخونه، کسایی که با اینا از اینجا بلند شدن رفتن از آمریکا، رتبه اولای دانشگاه بودن، نابغه بودن، هرگز آبجو نخوردن، عرق نخوردن، اینا رفتن اونجا رو چرخوندن، حالا بعد آخوند افتاد به جونشون. آخوندا درست کار رضا شاه رو انجام دادن، رضا شاه هم اوائلی که اومد سر کار نخبه ها و نابغه ها رو آورد و بعد داشت ایران آباد میکرد، بعد یه دفعه یابو ورش داشت، تریاک کشید، تریاکش خوب بود، گفت ما خودم همه کارا رو میکنم. دیدی چه گندی زد؟ دیدی چه گندی زد؟ اینا رو نمیاد بگه. بعد من رفتم گفتم یه خانمی اومده یا آقای اومده اعتراض که آقای سربی در رابطه با موضوع صحبت نکرده، یکی دیگه اومد گفت آقای شهرام همایون داشت 40 دقیقه مزخرف و دروغ میگفت، شما همتون خفه شده بودین، حالا سربی اومده داره میگه آقا این چی میگی؟ در اصل گفتیم آقا نخواستیم، اولا 100 نفر 30 نفر 20 نفر اونجا هستن که چی، همشون کار هر روزشون همینه، از صبح بلند میشن تو کلاب هاوسن تا عصر، اینا نیرو فعال و جوان اینا نیستن. گفتیم آقا نخواستیم، مرحمت فرموده ما را مس کنیم. لیگ فوتبال یورو در حال پخش از اسپانیا سوئیس و تماشای شما در این بین حاکی از ارادت اغلب بینندگان به شما برنامه. خب پس من یه تشکر مضاعف بده کارم، یا اینکه پیکچر اند پیکچر تو پیکچر بذارید، اونو بذارید نگاه کنید، حرفای منو گوش بدید، پی آی پی پیکچر این پیکچر این کارا انجام میدادن. در اصل ممنون متشکرم. آیا حضور اعتصاب کننده در محل کار بقای در کار را تضمین میکند؟ نمیدونم قوانین چی میگن، اونا به اصطلاح به زور بیان اینا رو بریزن بیرون، میگه آقا تو کار نمیکنی اعتصاب نکنی برو وایس بیرون، میخوای کار کنی بیا کارتتو بزن بیا تو. بعضی وقتا اینجوری بود که طرف میرفت توی کارگاه کمکاری میکنن، بعضی وقتا میرفتن اینجا چی بهش میگن دسیسه، نه اینی که کارشکنی میکنن، مثلا یه چیزی رو میکنن لای دستگاه، دستگاه رو میشکنن و میدونن این دستگاه که بشکنه همه اونجا هستن، کارفرمان باید حقوق بده، ولی مثلا 5 روز طول میکشه تا این چیزشو سابوتاژ، به انگلیسی میگن سابوتاژ، سابوتاژ یعنی خرابکاری، یه کسی که میره یه چیزی رو خرابکاری اینا میکنه. میگه رضا شاه چند نفر از جمله تیمورتاش را با آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشت؟ شما اگه راست میگی اینو با آقای شهرام همایون بگو، اونم میگه لابد آقای تیمورتاش هوا احتیاج داشته، رضا شاه لطف کرده بهش هوا تزریق کرد. آقا یه مزخرفایی میگه، اصلا من نمیدونم فشار کار دیوونش کرده این خانم دکتر عزیزی، باید یه خورده دوا به ایشون بده. خب پیام خانمی رو از آلمان براتون پخش میکنم، بعد من امروز سعی میکنم یه سری عکسایی رو که همیشه هی میگم عکس داریم نشون ندادیم بهتون نشون بدم و
برنامه امروز رو زودتر تموم میکنم، هم شما به فوتبالتون برسید، هم اینا که آمریکا هستن به تعطیلاتشون برسن، هم خود ما هم باید بریم مسافرت، به اصطلاح 2 ساعت 3 ساعت رانندگی باید برم. و ممنون و متشکرم از زحمتتون. اجازه بدید من شماره تلفن 49 رو که پیش شماره آلمان هست اینجا پیدا کنم. آدم باورش نمیشه که توی یه روز چقدر پیام مگه من برای خودم میفرستم یا سیو میکنم، ضبط میکنم، نگه میدارم که اینجوری میشه. ایشون لطف کرده 48 ثانیه صحبت کرده. من اگه اجازه بدین، این شما هم بیننده تلویزیون مردم باشید و با سوربی رو براتون بذارم، این 48 ثانیه بریم پیام این بانو رو از آلمان بشنویم. سلام، آقای سوربی، من از برلین تلفن میکنم. خواستم بگم که واقعا برنامه شما به دل من میچسبه، به خاطری که اولا دستمال به دست نیستیم، یکی دو کنم بیطرف قضاوت میکنیم و فکرم که روتون به مردمه و این واقعا خیلی خوبه، به خاطر که این مردم هم که حکومت رو میسازن، حکومت مردم رو میسازه و این خیلی خوبه که گوش داده ماها ایرونی ها میکنه بعد این نکته ها و اینا و خیلی عدد مشکلی و بازم ادامه بده. خدا را شکر، خدا حافظ. خدا حافظتون. خیلی ممنون که بیننده هستید. اگر امکان داره براتون حمایت هم بکنید از برنامه ها، ممنون و متشکرم. بله، من سعی میکنم اگه یه جایی یه کار خوب انجام میشه اینو بگم، اگه یه جایی کار بد انجام میشه اینو بگم. متاسفانه هر دو طرف اینجوری فکر میکنن، هم حزب الله یا تا یه چیزی تعریف کردی فکر میکنن شما حزب الله هستی، هم شاه الله یا تا یه چیزی گفتی فکر میکنن که شما نمیدونم مزدور هستی. خلاصه روزگار غریبی است. اتفاقا با این دوستمون آقای پروفسور اگر هفته آینده جمعه بتونم صحبت کنم، ایشون کسی هست که پدرش 12 سال قبل از انقلاب به شاه گفته بوده که مواظب باش، این ماجرای چین، ماجرای شیر و خورشید و اینها، و شاه متاسفانه مثل اون نامه‌هایی که براش نوشته بودن گوش نمیداد و توجه نمیکرد. دیدیم که چه به سر ایران آورد، چه به سر خودش و خانوادش آورد. خانوادش که این خیالشون نیست، این مرده که رضا پهلوی که اون روز توی مجلس یه ویدیویی من دیدم، دیدم این از نزدیک چقدر زشته، چقدر دندوناش خرابه. خب این میدونه خیلی سیگار میکشید، هنوز میکشی یا نه؟ آقا برو یه پولی خرج دندونات کن، یه پولی خرج خودت کن، در هر صورت نمیدونم، خدا به خیر بگذرونه. و در آقای شاه با نادانیش کاری کرد که نمیدونیم 100 سال چقدر طول میکشه تا جبران بشه. بریم من اینا رو ببندم، اجازه بدین این لینکد اینو نمیدونم گویا و اینها رو ببندم و اون عکس ها رو بهتون نشون بدم. امیدوارم سیستم ما امروز درست نشون بده این پرونده 1 و همونجوری که بهتون گفتم روز استقلال آمریکاست، 1 شنبه. ما هم به شما به اصطلاح تبریک میگیم. خب این درست شد الحمدلله. چیز اشکالی که هفته قبل بود و شاهین هم به من گفت که آقا شبا درستش کن و فلان، ما اشکالمون رو برطرف کردیم. پلیر 3. خب این شما اگه برید تلویزیون مردم tv.com، اونجا یه لینکی گذاشتیم برای شبکه‌های تلویزیونی ایران، یه لینکی هم هست برای چی؟ برای بگید دیگه، برای صفحه اول روزنامه‌های ایران، اونجا میتونید ببینید. یکی دو تا جای خالی داریم، حالا یک شمال تبلیغ و اینها هست. اگه شما هم پیشنهادی چیزی دارید بگید تا اون جاهای خالی رو پر کنیم. خب بیایم همینجا، ما از اینجا یکی یکی ببینید چرا این یه دفعه رفت روی اینجا. و میگه که بعد از نماز شیخی توی بلندگو گفت میخوام کسی رو بهتون معرفی کنم که قبلا دزد بوده، مشروب و مواد مخدر مصرف میکرده، هر کسافتکاری دیگه انجام میداده، ولی خدا الان اونو هدایت کرده و همه چی رو گذاشته کنار. بعد گفت فلانی
بیا اینجا و میکروفون رو بگیر، خودت تعریف کن که چجوری توبه کردی. طرف اومد گفت من یه عم دزدی میکردم، معصیت میکردم، خدا آبروم رو نبرد، اما از وقتی توبه کردم این مرتیکه واسم آبرو نیذاشته. این من یاد ترامپ میذاره میندازه. ترامپ تو این برنامه ها هی صدای این و اون میزنه میاردشون جلو و بعد ضمن این که یکم ازشون تعریف میکنه یه جورایی مسخرهشون میکنه، دستشون میندازه و الی آخر. دوستان شما میتونید آگهی خود رو همینجا میبینید که من الان دارم نشون میدم، میتونید با ما در حین برنامه، اتفاقا شاهین یه برنامه گذاشته و به من گفت که آگهی یکی از دوستانش هم هست اون رو ور میداره بعد برای من میفرسته. گفتم نه آقا بذار ما براش پخش میکنیم مجانی، امیدواریم اگر کسی ازش استفاده کرد بعد اون راغب بشه که به اصطلاح بیشتر این کار انجام بده. پس شما میتونید آگهی خود را اینجا نشان دهید. اینم از این. و بیایم بعدش نوشته که دوستان اونایی که برای من میفرستید درخواست دوستی توی صفحه شخصی فیسبوک، من چون 5000 نفر اونجا دارم اونجا دیگه قبول نمیکنه. فیسبوک باید اینو عوض کنه، باید برای شما بنویسه که این 5000 نفر داره و دیگه نمیتونه. اگر کسی از دوستان جزء دوستان ما نیست اینم یه اشکالیه. اون وقت وقتی میایم رو این میگه چه کسایی میتونن برای شما به اصطلاح کامنت بنویسن. اون روز متوجه شدم که یکی از دوستان نمیتونه کامنت بذاره، برای که سیستم ما اینجوری بود فقط دوستانمون میتونن بذارن. ما هم عوضش کردیم گفتیم آقا همه میتونن، دوست، قریب، خودی، ناخودی، ما اینجا نخودی و ناخودی و فلان نداریم. در صورت اینم از این. این صفحه شخصی من هست، صفحه مردم تیوی روی فیسبوک این اشکال رو نداره. خب بیایم این عکس بسیار جالب رو ببینیم. شما همه جا دیدی کلنگ میزنن، افتتاح میکنن. شما نگاه کنی، من نمیدونم مغز، عقل، وجدان، شرف تو وجود اینا نیست؟ آخه خودتون رو مسخره کردید تو این ایام کرونا، بلند شدید رفتید یه روبانی رو بسید به یه ستون برق، حالا اینو میخواین چی؟ من نمیفهمم که مردم هم هر چی دلشون میخواد بیان به شما بگن. آخه این افتتاح کردن یه جاییه، این گشایش یه کارخونه ایه، نمیدونم. البته میگم اطمینان نمیشه بکنی که این حالا عکسه واقعا درست بوده، در رابطه با یه همچیزی بوده یا نه. میگه یارو تو تاکسی میگه آخوندا خیلی دزدن، بغلیش میگه آقا درست صحبت کن. مرد نگاه میکنه میگه مگه تو آخوندی؟ تو که لباس معمولی برته. میگه نه آقا من دزدم. یعنی دوستان نگاه کنید آخوند بودن در ایران اینقدر بد شده که دوزا هم دیدید وقتا یه مدتی طرف میگه آقا حیوان، میگه آقا چرا به حیوان به اصطلاح توهین میکنی، این از حیوان هم مثلا پایین تره. یا به بعضی ها میگفتن سگ، میگه آقا سگ یک حیوان با وفای زحمتکش، پاسداری میکنه و الی آخر بماند. این هم از این. این درباره عقیده بعضی ها دیدید حتما میگن آقا عقیده هر کسی محترمه. اینجا خیلی قشنگ میگه نه، هر عقیده محترم نیست. من اینو بارها خوندم ولی پاکش نمی کنم، میذارم که اگه فرصتی بشه باز یه بار دیگه هم یه جایی نشون بدیم. عقیده فاشیست ها که به نژاد برتر بالاتر اعتقاد دارن محترم نیست. این برتر با بدتر بعضی وقتا اشتباه میشه. و عقیده هیتلر که میلیون ها انسان را به کوره آدم سوزی میفرستد محترم نیست. عقیده گاوپرستی که با ادرار گاو وضو میگیرد معتبر نیست. عقیده کوکلوس کلان ها که سیاهان را به صلیب میکشند و خونه های اونا را میسوزونند محترم نیست. عقیده طاهری که طاهری، این آقای علی محمد طاهری، دکتر طاهری که هی گفتن مرد و کشت و شکنجهش کردن، حالا اومده توی کانادا مثل شاخ شمشاد داره میچرخه و پول جمع میکنه. عقیده طاهری که به جن معتقد است و انرژی درمانی میکند محترم نیست. عقیده کسی که با غمه سر فرزند 2 ساله خود را به بهانه عاشورا میشکافد محترم نیست. عقیده کسی که با ختنه دختران و قطع حساس‌ترین عضو بدن زنان آنها را از لذت جنسی محروم میکند محترم نیست. عقیده مولوی که میگوید زن دستمالی است برای رفع شهوت مرد محترم نیست. مولوی ها دوستان، همونجوری که
فردوسی هم گفته زن و اژدها هر دو نمیدونم در خاک به داریم اینا رو، اینا هم 1000 سال پیش، 700 سال پیش، 800 سال پیش اینجوری فکر میکردن. فکر نکنید فقط این آخونده هستن. عقیده مذهبی که تجاوز به همسر سربازان شکست خورده را دستور میدهد محترم نیست. هر عقیدهی محترم نیست، حتی اگر 8 میلیارد پیرو داشته باشد. آری هر عقیدهی محترم نیست. خب حالا از این بیان به این تصویر که میگه که خدا شاهد سن فقط یک عدد و شماره است. میگی نه بیا اینو ببین، این خانه سالمندان در هلنده. البته دیگه خانوما هم به قول شاهین میگفت که این خانمه فکر کنم 60-70 سالشه ولی مثل دخترهای 4 ساله رفته لباس خریده. میگه اردشیر میگه آقای اولا کامیار شکیبا میگه بیانیه کمپین افزایش حقوق کارگران اصلویه را در مسنجر براتون ارسال میکنم. من تا ایران بودم جایی به نام اصلویه یا وجود نداشت یا نشنیده بودم. برازجون میرفتم، بوشهر میرفتم، این کجاست آقای کامیار؟ دقیقاً کجای از بین کازرون و اینها که میری به طرف بوشهر کجاست؟ اتفاقا وقتی سال 2005 رفتم اون دوستم، شریکم، هم کلاسیم، همکارم آقای بهروز قاسمزاده گفت که الان اگه اینجا بودی دیگه بازنشست بودی، تو هم مثل من میومدی برای اصلویه کار میکردی و حقوق خوبی میگیری. میدونم یه عده میرن اونجا مثل که 3 هفته کار میکنن، 1 هفته برمیگردن شهر خودشون، ولی اصلا نمیدونم روی جغرافی به اصطلاح روی نقشه کجاست. آقای اردشیر شیخی میگه همین روزهاست که آقای همایون میگه که این سرنگ هوای پزشک احمدی دروغ بوده و نویسنده و مکتشف و دروغ بوده نویسنده و مکتشف بوده یک سنگواره با تندیس از پزشک احمدی کتاب و قلم به دست جز فرنگ و افتخارات پهلوی را تعداد کم یا به دوستداران به فروش میرسانه. آره یه چیزایی که درست میکنه میگه تعدادش کمه، بخرید زود، ممکنه دیگه پیدا نشه. خب از اون میایم به این، این مال قبل از انتخاباته. فیلم 7 دلاور رو حتما دیده بودید، 7 سامورایی رو دیده بودید یا شنیده بودید. این آخریش هم نوشته 7 خالی بند و اینایی بودن که به اصطلاح تایید صلاحیت شدن و بعد از انتخابات دیدیم که رفسنجانی و الان حکومت یه دست شد. به شکرانه نادانی و ناکاری کمپوزیسیون با این اشتباهاتی که یکی پس از دیگری انجام داد، حکومت ایران الان افتاده دست تندروها یک دست، یعنی شده مثل همون اوائل انقلاب. حالا امیدوارم که 40 و چند سال که گذشته اینها آدم شده باشن، یه مقداری بهتر عمل کنن. ولی برگردیم به این عکس ها، خراب کردن پلهای پشت سر گاهی خیلی خوبه، باعث میشه نتونی به جای اشتباهی که بودی برگردی. چون ما ضرب المثل داریم که پل پشت سرت رو خراب نکن. این میخواد نشون بده که الان در این دور و زمان اینترنت و سر ما هممون به لپتاپ، تلفن و اینهاست و متاسفانه از کتاب هر روز دور و دورتر شدیم. باز شاهین در این رابطه کار قشنگی انجام میده، میاد کتابها رو معرفی میکنه. اونجایی که وای فای داره یا اینترنت داره ببینید چجوری همه هجوم آوردن که برن وصل بشن، اونجایی که کتاب فری کتاب هست هیچ کس نیست. و اما این میگه که چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم، ناگهان دل داد زد دیوانه من میبینمش. این شهریار اینو نوشته و میدونید که من در چند هفته گذشته یه آقای دکتری به نام شاهین نوری، و این چه تصادف جالبی بود، همون هفته که من با آقای شاهین نوری در نیویورک در تماس بودم، با شاهین غلامرضایی هم در آلمان آشنا شدیم. یعنی ایشون منو میشناخته، من با ایشون آشنا شدم و به اصطلاح نور علی نور شد. آقای شاهین نوری دکتر 57 ساله که احتیاج به کمک شما دوستان داره که بلکه بتونید از طریق اهدای پلازمای خون کمکش کنید تا ایشون از این شر سرطان رها بشه، یه چند تا برنامه براش گذاشتن جاهای مختلف، امیدوارم کارساز باشه. و
این نگاه کنید این عکس، همه این آدما تو بارون وایسادن که برن خون بدن به این بچه. عکس من توش ماسک نمیبینم، احتمالاً مال قبله، ولی مهم نیست، حالا مال حالا باشه مال قبل باشه، مهم اینه که این همه آدم میخوان فداکاری کنن و نیم ساعت یه ساعت از وقت خود من وقتی میرم خون میدم، اگر کسی جلوم باشه میشه یه ساعت، نباشه نیم ساعته اینا، ولی وقتی میای بهت میگن یه کم بشین یه بیسکوت و نوشابه بهت میدن که سرت گیج نره و فشار خونت پایین نره، تو وقت نمیگیره. دوستان میگه زندگی از مرگ پرسید چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند. مرگ پاسخ داد برای اینکه تو یک دروغ زیبایی، زندگی رو میگه یک دروغ زیبا و مرگ حقیقتی تلخ. حالا اینا هر جور خواستید خودتون تعبیر کنید، ما فقط اینجا نشون میدیم، شما هستید که تعبیر رو تفسیر میکنید. این عکس احتمالا این آبربنکه که مردم میان پول میگیرن، بعد یه سطلم گذاشتن بغلش دوستان و نگاه کنید، آدم افسوس میخوره که اون سطل اونجا خالیه. اتفاقا یادتون باشه منم چند هفته پیش همینجا یه عکسی نشون دادم که یه بشکه 220 لیتری یا 55 گالونی خالی خالی هم نبود، ولی چیزا ریخته بود. البته اون فکر کنم چون این سر نداشت، وقتی مردم ریخته بودن باد زده بود و ریخته بود پایین. این دوستان، این آقای هنرپیشه است که تو پایتخت، فیلم پایتخت با سریال پایتخت بازی میکرد، تو یکی از برنامه‌ها این رفته بود شده بود راننده یک نماینده مجلس و بعد خودش گویا میخواست نماینده مجلس بشه، این عکس و اینا رو ساختن. ولی این عکس قبل از انتخابش، میگم انقلاب، قبل از انتخابات باز میچرخید و بعضیا فکر کردن واقعیه. همای سعادت بر روی شما خواهد نشست، رأی ما دکتر حاج نقی معمولی، دولت فهیم، علی آبادی آباد با دکتر معمولی، کاندیدای فلان بسار. و این حقیقی نبود، این فیلم بود، ولی خب یه طنزه که واقعیت رو به صورت طنز بیان میکنه. میگه هیچ کس به اندازه کسی که حقیقت را میگوید مورد تنفر واقع نمیشود. این رو افلاطون گفته، ولی من این رو تأکید و تایید میکنم برای اون احمقی که از ترس صداشو عوض میکنه، پیام میذاره. و همین جوری که این پیام بانو رو من از آلمان گذاشتم، شما هم اگه مخالف باشی مثل آدم حرف بزنی، من پیام شما رو پخش میکنم. بیچاره، احمق، بدبخت، پس فطرت، ترسو که احتمالا یا مجاهدی یا شاه اللهی، چون این دوتا هستن، اسم مسترا و اسم مستعار و ترسو هستن، چون این دوتا هستن که یا مثل شاه ترسو فرار کردن یا مثل رضا شاه بنگی ارتشی که این همه به اصطلاح چی بود همه ول کردن رفتن خونه. پیام بذار، مثل آدم صحبت کن، ما میان پیامت پخش میکنیم تا ببینیم مردم حرف شما رو بیشتر قبول دارن یا حرف ما رو. دوستان من این عکس رو به شما نشون میدم، حواستون خیلی پرت نشه. آقا اون بالا رو نگاه نکن، بیا پایین، این بغل. این عکس متعلق به لوی ویتان هست که در حال تبلیغ آخرین مدل کیف دستی شرکت خودش هست. میگه که من حداقل خواهش میکنم یه نگاهی هم به کیف بندازید، کیف اینجاست، این اینجاست. خلاصه اینم از این ماجرا. و اما بیاییم ببینیم این چی میگه. اینم باز مال انتخابات دکتر حاج احسان عشقی، به عمل کار براید به سخندانی نیست. بعضی ها میگن ز عمل کار براید به سخندانی، یا به سخندانی نیست، اینجاش برعکس. اینم از این. و بیاییم اینجا یه شوخی هم داشته باشیم با خانم های گرامی که من همیشه ازشون تشکر کردم و گفتم که مردا دنیا رو به این بدی رسوندن، حتی گفتم که خدا حتما مرده، چون اگه زن بود این همه اشتباه پشت اشتباه انجام نمیداد، این همه آدم نابکار تولید نمیکرد، بعدم به خودش نمیگفت به به چه چیزی درست کردم و اینها. احتمالا اگه خدایی باشه، خدا مرده، و توی ادیان دیگه هم به اون میگن هی، یعنی مرد، توی زبان ما هست
که به اون میگن این نه مرد نه زن نه جسم نه شیء، پس این چی آقا؟ یکی میگه شما قبول داری که خدا بزرگ و قوی؟ میگه بله. میگه خدا توانام هست؟ میگه بله. میگه میتونه یه سنگی بسازه که خودش هم نتونه برش داره؟ طرف میگه برو آقا ولمون کن. خب گوش کنید، نوشته به انگلیسی: If the two richest men in the world couldn't keep their wives happy, then how am I supposed to? میگه اگر دو تا ثروتمندترین مرد دنیا نتونستن زنان خودشون رو راضی نگه دارن، ما چگونه؟ شاید دلیلش همینه، چون اونا خیلی ثروت دارن، حواسشون رفته تو ثروتشون، فکر کردن زنه رو میتونن بخرن. من و تویی که اونجوری ثروتمند نیستیم، ممکنه یا باید شعور و فهم داشته باشیم، با عشق، با لطف، با احسان، با مساوات، و بعد نبوده بالاخره ما 43 سال به اصطلاح هستیم هنوز و خیلی هم خوشحال. خب دوستان، این نوشته که مهندس محسن قنبری گویا داره سیب زمینی میفروشه، عکس خودشو با ماشینش دوباره با پلاکارد گذاشته اون بالا. من اصلا اشکالی در این نمیبینم و این یکی از مشکلات بزرگ زمان شاه بود که به مردم یاد نداد که شما اگه میری دیپلم میگیری، قرار نیست روزی که دیپلم رو بهت میدن یه میز صندلی هم بهت بدن بری بشینی گوشه حیات مامان و بابات و ما حقوق بهت بدیم. تو دیپلم گرفتی که یه کارگر با فهم و شعور باشی، تو دیپلم گرفتی که یه رانند تاکسی خوب باشی، تو دیپلم گرفتی که یه سفور کارگر شهرداری خوب باشی، تو دیپلم گرفتی که یه راننده کامیون خوب باشی، تو لیسانس دکترا گرفتی که همه اینایی که سوربی گفت باشی و خوبش باشی. متاسفانه اینم جزو این بود. آقا شما اومدی وایسته اینجا دیگه، حالا لازم نیست بنویسی مهندس فلانی، اگه سیب زمینی میفروشی و امورت میگذره خوشحال باش، افتخار کن و الی آخر. و اما الهه غلامیان کارکن یا کارکن که توی چیز بعضی ها نوشته بودن کارکون و شوخی باش کرده بودن اینها، و اینم نماینده ها هرچی بود نماینده شهر و فلان اینا تموم شد. ببینیم چه خواهد گذشت بر مردم. هر چیزی که میشنویم یک دیدگاه هست نه واقعیت. آقای فرزاد شبستری خیلی در این رابطه توضیح دادن و من مسافرت میرم چند روز، امیدوارم وقتی برگردم یه دیداری هم با ایشون داشته باشیم. برنامه های خوبی داشت، 60 تا برنامه اگه اشتباه نکنم در تلویزیون مردم، هنوز اون برنامه ها رو استفاده میکنه تو فیسبوکش و این یکی از محاسن تلویزیون مردمه که ما انحصار طلب نیستیم و کسی اومد اینجا برنامه اجرا کرد نمیگیم تو اسیر و عبیر و برده ما هستی، اون برنامه هم مال ماست و برنامه مال خودش هست. فرزاد شبستری توضیح میداد که حقیقت با واقعیت فرق میکنه، حقیقت برداشت شما و باور شما از یه واقعیت، ولی واقعیت ممکنه اون چیزی که شما میگی نباشه، اون چیزی که من میگم نباشه، اون چیزی هم که هزار نفر دیگه میگن نباشه. میگه پس هر چیزی که میشنویم یک دیدگاه هست نه واقعیت، هر چیزی که میبینیم یک زاویه دید است نه حقیقت. این تصویر رو با دقت نگاه کنید، از این طرف میبینه 4 تا، این هی فریاد میزنه 4 تاست، از اون ور اون میگه نه 3 تاست. این تصویر بسیار آموزنده و عینی در روابط فردی و اجتماعی است. خب حتما دیدید که روز انتخابات یه عده رفتن تظاهرات، یه عده لاتبازی در آوردن، یه عده وحشی بازی در آوردن و باز هم مجاهدین رتبه اول رو در وحشی بازی و به اصطلاح تجاوز به حق دیگران انجام داد. خب بیا اینا اومدن اینجا خیلی قشنگ وایستادن، اجازه گرفتن از پلیس، تظاهر میکنن، تظاهرات به راه انداختن، امیدوارم موفق باشن و من مطمئنم که اینها بیشتر تأثیر گذاشتن. اگه یکی رفت رأی داده ممکنه بعدم اومده با دقت وایستاده این عکس‌ها رو خونده تا اینکه یه احمقی طرف قهرمان فلان، ای خاک بر سرت قهرمانی که به زن و بچه مردم حمله کنه. خلاصه من فکر میکنم اونا باعث شدن که
آخوندا هم حتی سوء استفاده کنن. نظر شما چیه با وجودی که از انتخابات گذشته، ولی میتونیم هنوز دربارش صحبت کنیم. هفته پیش من دو تا فیلم رو گفتم که اگه دوستان مایل باشن نگاه کنن، یکیش بی خود و بی جهت بود اسم فیلم، بله بی خود و بی جهت، یکیش هم کولومبوس بود و یا دوستان نگاه نکردن یا یادشون رفته نظر بدن یا دلشون نخواسته. در اصل من این دو تا فیلم رو گفتم. و اما چون درباره انتخابات داریم صحبت میکنیم، این دو تا عکس رو ببینید که اون آفتاب به دست بالا خمینی رو نشون میده توی فرانسه اگه اشتباه نکنم، که از اون حیات اومد بیرون و میخواست نماز بخونه، خبرنگارا چجوری اون زمان دورش حلقه زدن عکس گرفتن. و متاسفانه در قرن 21 در سال 1400 ببینید که این پایین. و من واقعا افسوس میخورم، شما این میکروفونایی که جلوی این آقا هست، من میتونم به شما بگم بیشتر از 10 تاش کار نمیکنه، صدا نمیگیره، باقیش الکی اونجاست و صدای هوا میره توش. این کسی که این میز رو چیده، اجازه داده دیگران بیان میکروفونشون رو بذارن، شخص احمقی باید بوده باشه. از آدیو به اصطلاح باکس خبر نداره که شما یه اینپوت میدی به اون، بعد از اون به هر کسی که میخواد آوتپوت میدی، 50 تا میشه، 100 تا میشه، آمپلیفای میکنن، 3 تا 4 تاش نزدیک. مخصوصا این کله این میکروفونا که یه چیزی مثل ابر هست یا یه چیزی مثل بستنی، اینا صدا رو ضعیف‌تر میکنه و این رو معمولا برای محیط خارج استفاده میکنن. حالا توی میتینگ ها و اینا، برای که صدای فلش این عکاسا و اینا نیاد چلب شلو کسی صحبت میکنه، اینا رو استفاده میکنن، ولی باید طرف نزدیکش باشه. حالا نگاه کنید فاصله این رئیسی از این اولی تا این آخری ببینید چقدره. حالا هنوز دور این هم هست، البته میگن گویا 100 و نمیدونم یا 30 و چند تا دولت خارجی هم به اصطلاح نمایندای خبرنگاریشون و اینا اونجا بوده. بابا بستنی در شیراز، اونایی که نمیدونستن تا امروز بدونن، من وقتی که دبیر هنرستان بودم یه مغازه ایمال شوهر همم بود که بازنشست شد تو خیابون اصلاح نژاد، بغل دست اون آقای محمد فرجی، بغل دست اون رانندگی جنوب بود چی بود، بعد منو به روز همین دوست اون آقای قاسم زاده اینجا رو اجاره کردیم. عصرا بعد از هنرستان میمدیم، هم دکمون بود مینشستیم اونجا، هم تعمیر رو اینا میکردیم. و این ماجرای بابا بستنی یکی از کارهایی بود که ما استخدام شدیم برای اینا اون یخچال و سردخونه و ایناشون رو ببندیم و ببند. مثل که الان هم بابا بستنی چند تا شعبه شده یا بچه هاش چیز هستن. اون کسی رو که من بهتون گفتم، در اصل این خاطره بابا بستنی، خیلی خوشحالم که تو صف مرتب و منظم وایسادن، حالا یا از ترس کووید یا هرچی. البته یکی هم یه نوشته بود که نوشته بود همه از ترس و نگرانی کووید دارن میلرزن، شیرازی ها وایسادن تو صف که بستنی و نمیدونم چیزای دیگه‌ای که دوست دارن بخرن. بله شما نگاه کنید، این با این هیکلش رفته حمله کرده به اونایی که رفتن رأی بدن، حالا گرفتنش فکر کنم این تو سوئد بوده. و دوستمون اون هفته گفت که اینا برای اینکه پناهندگیشون قبول بشه احتمالاً این کارو انجام دادن. اصلا ارزش وقت نداره، بریم سراغ چیزای دیگه. نوشته عکسی که ساعت‌ها میشه بهش نگاه کرد و گریست. جنوب ایران طرح واکسن زدن به افراد بالای 75 سال، آیا این زندگی فلاکتبار نیاز به واکسن داره یا نیاز به بهداشت و حداقل امکانات زندگی و نانی در شأن یک انسان؟ خواستی رأی بدی به این عکس بیشتر نگاه کن. اینا مال قبل از رأی دادن بوده، ولی چون هر هفته من بدقولی کردم و نشون ندادم بهتون، مونده تا امروز. و اما این عکس هم که میگه در رابطه با اجازه اسلحه آزاد در آمریکا هست، که میگه در سال گذشته اسلحه های کوچولو به اصطلاح نمیدونم چی بهش میگیم، هفتی رو اینها، میگه تو ژاپن 10 نفر رو کشته، توی انگلستان 50 نفر رو کشته، در سوئیس 47 نفر، توی کانادا 611 نفر، توی اسرائیل 105 نفر، توی سوئد 41 نفر،
نوشته در آمریکا 38,658 نفر اینجا کشته شدن توسط اسلحه های دستی کوچولو که ما بهشون میگفتیم هفت تیر، اینا شش تیر هست، پنج تیر هست، هشت تیر هست، اینجا میگن هندگان یعنی اسلحه دستی، اون بزرگترهایی که ما میگیم تفنگ اینا میگن رایفل. آقای اکبری میگه اون خبرنگارهای اطراف خمینی مونتاژه. خیلی ممنون از توضیحتون. به نظر منم اومد که اون موقع این عکس رو من دیده بودم و به این جوری نبوده، ولی خب بالاخره حکایت از یه واقعیتی میکنه که بعضی وقتا یه چیزایی چهره روز میشن و اینجوری به اصطلاح همه نظرها جذب اونها میشه. میگه اینجا سوریه است، کشوری که در آن هم زنان به ورزشگاه میرفتند، هم کنسرت مختلف آزاد بود، هم حجاب اجباری نبود و حتی لب ساحل آزاد. اما وقتی امنیت کشورشان از بین رفت، تازه فهمیدم که بالاترین نعمت با نعمت در یک کشور داشتن امنیت است. ما رأی میدهیم چون قدر امنیت کشورمان را میدانیم. اینم باز مال قبل از انتخابات، همون دعوای یه سری میگفتن رأی ندید، یه سری میگفتن رأی بدید. من همیشه میگفتم من رأی نمیدم چون تو ایران نیستم، چون به خودم اجازه نمیدم در تصمیم گیری شرکت کنم. حالا اگه کسی از من بپرسه من برم رأی بدم یا نه، به هیچ کسم نمیگم تو برو رأی بده یا رأی نده، بهش میگم برو بیشتر تحقیق کن، دوست داشتی رأی بده، دوست نداشتی رأی نده. ممنون و متشکرم. تصویر بالا، رهبران منتخب مردم فنلاند که همگی زیر 35 سال دارند توسط مردم فنلاند انتخاب شدند. مردم فنلاند خوشبخت‌ترین مردم سال 2019 شناخته شدند. تصویر پایین هم برای ما مردم بیچاره ایران تصمیم میگیرند که همه توسط اسرائیل تحت تعقیب هستند. همین دیروز اگه اشتباه نکنم محسن اژه‌ای رو گذاشتن به عنوان وزیر نمیدونم قضاییه چی، که همه میگن این یه آدم کشیه، از رئیسی بدتر و اینها، و برای من خیلی جالب بود که این رو هم خامنه‌ای تصمیم میگیره. و دیگه کشور همینه، باید افرادی که مثل آقای نیساری، مثل آقای آبتین فکر میکنن مردم بهشون گوش میدن، بشینن با برنامه یه کاری کنن که به اصطلاح به مردم بگن وقت اون رسیده که به حرف اینا گوش ندید و شما تصمیم گیرنده باشید. عکس بس بود یا بازم بریم؟ میخوایم بریم تا یه 21 دقیقه دیگه، 21 دقیقه یا بله 39 دقیقه، بله تا 3 میریم. الان دو تن از بزرگوارانی که به خاطر قطع آب و برق پس از 30 سال به آغوش ملت برگشتن یا بازگشتن، این باد بزن و آفتابه های پلاستیکی که بعد یه مدت زیرش سوراخ میشد و مکافاتی بود. و اما این عکس رو فکر کنم آقای اکبری گذاشته بود، عکسای بسیار قشنگی توی صفحه محسنی اژه‌ای، من اشتباه گفتم. نظر شما در این مورد چی آقای زمانی که رئیس قوه قضاییه رو رهبر انتخاب کنه؟ البته گفتن که رئیسی با آقای خامنه‌ای گفته که خب حالا که من رئیس جمهور هستم، شما یه کسی رو به اصطلاح جایگزین من کن، اون هم محسنی اژه‌ای رو گذاشته. محسنی اژه‌ای اگه یادم باشه چند سال پیش یه خبرنگار رو گاز گرفته بود و نمیدونم اینا نیستم خبر ندارم، نظر نمیدم. این عکس خیلی اگه ساختنی نباشه به اصطلاح خیلی مایه تأسفه، اگه ساختنی هم باشه یه اخطاریه به دوستان که به تابلوها توجه کنید. نوشته خطر ریزش کوه، همونجا زیرش نشستن سفره گذاشتن و نشستن دارن به اصطلاح نهار شام هرچی عصرانه نوش جان میکنن. دوستان از همه این عکس ها عکسی که بیشتر نظر من رو جلب کرد توی این یه هفته گذشته دو هفته گذشته، عکس این آقای پیرمردی هست که اینجا هست. نوشته نمونه ای از انسانهای قدیم ایران. از او پرسیدن چرا زیر وزنه پاکت میگذاری؟ گفت من چیزی میفروشم، من چای میفروشم.
نه پاکت، نه پاکت چای. این را این افراد، این آیا از این افراد هنوز کسی باقی مونده؟ چه شده از جامعه ما اینقدر الان گرفتار هرس و آز شده؟ دوستان یک چیزی تو ایران من میبینم هم میخونم، میگن که ارزشی ولی با این مینویسن. این یعنی چی؟ بعض وقتا میبینم مثل توهین استفاده میکنن. در هر صورت این حاج آقا رو نشون میده و خب چای یه چیز سبکیه. این میگه اگه میخواست چای بفروشه یه پاکت خالی میذاشته زیر وزن برای این ترازو که اونور اون پاکت خالیه به جای چای به مردم فروخته نشه. یادم سالها پیش من میرفتم در قنادی هستی، مال یه مهندسی بود و مال اون آقای مصطفی قاسمزاده، اینا پالایش پتروشیمی کار میکردن. خب اون مصطفی دایی هم به روز دوست ما بود و گاهی وقتی دیگه وقتی میری خود بخوام میگه حالا وایسا اینجا مثلا من برم تو دفتر رو بیام. ما با هم اون پشت شیرینی هم میفروختیم و یکی از فامیلامون اومد اونجا، بهش گفتم که شما این زولبیا بامیه که ما تو شیراز میگیم زلیبی، گفتم توی پاکت میخوای یا توی این قوطیای مقوایی؟ و اگه دقت کنید یه کار بی انصافی که شیرینی فروشی ها انجام میدن، این قوطی هایی که آماده شده بود قوطی با سرش میذاشتن میچیدن رو هم، سرش رو ور میداشت میذاشت زیر قوطی، دوتاش رو با هم میذاشت تو ترازو یا پر میکرد. یعنی به غیر از اینکه وزن قوطی رو به جای زولبیا و بامیه یا هر جنس دیگهی به مشتری اجهاف میکردن، وزن سر قوطی هم که از یک مقوای زشت و بی خودی از بازیابی شده بود و با 4 منگنه می زدن. البته الان دیدم بسته‌بندی های قشنگی تو ایران هست، ولی متاسفانه دیدم که بسته‌بندی ها خیلی حجمشون زیاده ولی اون چیزی که شما می خرید توش خیلی کمه، گز و آب نبات فلان اینا کمه. ضمناً شیرازی ها به گز هم میگن گز. دوستان آقای زمانی نوشته محسنی اژه‌ای کرباسچی را محاکمه کرد شهرار تهران. خب همین کرباسچی، یه عده میگن خیلی آبادی آورد تو ایران برای تهران، چیز بود دیگه، پایتخت شهردار بود. بعضی ها میگن خب باعث شد خیلی ها دزدی مزدی کنن و اینها بماند. ما کاری به اونا نداریم. شما به عنوان آقای زمانی، به عنوان یه کسی که اینجا پیام گذاشتی گفتی رأی دادی و اینایی که گفتودن هیچ که نیست دروغ بوده و اینها، شما نظرت چیه الان از این انتخاب؟ که نه، این انتصابه دیگه، هم قسمت اولش هم خداییش یه جور انتصاب بود. آقای شاهین غلامرضایی خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه آقا طرف تو 4 شد پنجم، چون رأی باطله شد نفر دوم و اون به جای 4 شد پنجم، اینجوریه. و میدونید رئیسی هم خب با اون رد صلاحیت یا حالا به اصطلاح احراز صلاحیت نکردن یه عده‌ای اونو آوردن بالا. و در هر صورت من میگم باز نیستم و نظری در این مورد نمیدم. آقای بهرام آذری خیلی ممنون، ایشون من رو کاکو خطاب میکنه، میگه آره سحرخیز مدعی شده ولی عدم تکرار آن یعنی پشیمانی. تازه ممکنه معذرت خواهی و یا جرح مشابهی هم وجود داشته باشه که من شما ندانیم. اگر شما تا کنون و در گذشته خود هرگز اشتباه نکردید، به تکرار داستان یک طرفه‌ای از گاز گرفتن وی بپردازید. ها متوجه نیستم، ولی شما فکر میکنید اون داستان یک طرفن و حقیقت گفتن آن سحرخیز اون چیزه بوده؟ بله اون روزنامه نگاران عیسی سحرخیز اگه اشتباه نکنه. خیلی ممنون. بله واقعا بعضی وقتا ما که اینجا هستیم یه چیزایی رو میگیم بعد خودمون متوجه میشیم این یه طرفه بوده، تنها به قاضی رفتیم و پشیمون میشیم. بریم موضوع رو عوض کنیم. برای کسایی که تو اروپا مخصوصا هستن، خونه های کوچیک، آپارتمان های کوچیک، این یه دیزاین یا یه طرحی هست برای اینکه از پله ها به عنوان کمد هم استفاده کنید. و اما این هم یک نوشته است، من براتون بخونم اگه بتونم ببینم. میگه که خیلی دلم میخواست رأی بدم، رفتم شرایط رأی دادن رو خوندم، دیدم نوشته باید انسان بالغ باشه تا بتونه رأی بده.
فکر کردم دیدم من هنوز اینقدر بالغ نیستم که بتونم بدون اجازه همسرم از کشور خارج شم، بدون اجازه او درس بخونم، بدون اجازه همسرم کار کنم. هنوز اینقدر بالغ نشدم که حق حضانت فرزندم را به من بدهن یا حق طلاق، و اینقدر بالغ نشدم که بتوانم در استادیوم از خودم محافظت کنم. اینقدر بالغ نشدم که بتوانم پوشش خودم را انتخاب کنم. آنقدر بالغ نیستم که ارزش دیه من اندازه مردها باشد. پس لابد اونقدر هم بالغ نیستم که بتونم رأی بدم و انتخاب مناسبی هم داشته باشم. ما زنها هنوز آنقدر بالغ نشدیم که خیلی از کارها را خودمان بتوانیم درست انجام بدیم. من به شما قول میدم این نوشته هر کسی بوده خیلی بیشتر تأثیر گذاشته تا اونهایی که فوش میدادن به این و اون، تا اونهایی که تهدید میکردن که اگر برید رأی بدید این کار شما کردید اون کار کردید. این نوشته آدم رو به فکر میندازه و من باورم اینه. حالا اگر شما رأیتون با من فرق میکنه مسئله این نیست. و اما این هم راجع به بلوط نوشته که من بلوطم، خانم زاگرس است، سرپناه گوزنهای زرد ایرانیم. میدانم روزگار هیچ کدام من راحت نیست. زندگی تو را فرسوده کرده، جان من هم در آتش است. راستش هر دو ایرانی هستیم و جز یک دیگر هیچ کس را نداریم. من 200 سالم، 800 سالم، 2000 سالم و برای اینکه 2000 سال دیگرم بمانم برای فرزندان تو ایران، برای ایران، برای گوزنهای زرد به همدلیت نیازمندم. اجازه نده یا نگذار تمام شوم. من بلوطم، خانم زاگرس است. از این هشتگا هم داره، من بلوطم و الی آخر. من نوشته های اینجور رو بهتر از اون داد و فریاد های احمقانه میدونم. خب دوستان، آگهی خود را اینجا نشان دهید. تلویزیون از مردم، با مردم، برای مردم. و اجازه بدید من تشکر کنم از دوستی که بعد از چند هفته موفق شد برای تلویزیون مردم به اصطلاح یه حمایت خوبی، جانانه‌ای ارسال کنه. امیدوارم این کار رو هر ماه انجام بده و دیگه همین روشی که پیدا کرده از طریق والمارت و وسترن یونیون این کار رو ادامه بده. میگه شورای علمای شیعه افغانستان خواهان محدود شدن صدای بلندگوهای مساجد شد. دوستان من 2 سال پیش یه 7 روزی تو ترکیه بودم و واقعا آدم به دین و مذهب شک میکنه و میگه که چرا اینها اینقدر مغز خودشون رو میبندن، چرا اینها مردم آزاری میکنن. مخصوصا تو ترکیه هر گوشه ای نگاه میکنی یه مسجد با 2 تا مناره، یه بعد هر مناره ای هم 4 تا بلندگو و اینا صداهای نخراشیده نتراشیده و هر 5 بار در روز آزار و اذیت مردم. حالا هم که دیگه اردوغان هست اینا لابد زورشون بیشتره. نمیدونم چه باید کرد. اینم تبلیغ کتابه که میگه شما با خوندن کتاب اصلا فکرتون، راه و رسم زندگیتون عوض میشه. یه نقاشی کاریکاتور و کارتون خوبیه هرچیه. اینم یه دوستی راجع به کاکتوس برای من نوشته بود. اینجا این عکس گل کاکتوسه. چرا تو ایران به این گل میگفتن به گیاهه میگفتن زبون مادر شوهر؟ به خاطر این خاراش بود. ولی خب بعضی مادر شوهرها عروسا رو مثل دخترای خودشون دوست دارن و اونایی هم که مادر شوهرای بدی هستن فکرش بکنید که دختر خودتونم بره توی خونه ای اون مادر داماد اون برا رو به سرش بیاره. بله ایشام همین نوشتن. آره عیسی سرخیز مدعی گاز گرفته شدن شده ولی عدم تکرار آن یعنی پشیمانی. تازه ممکنه معذرت خواهی من نمیدونم یعنی عدم تکرار یعنی آقا با هر روز همه رو گاز میگرفته. متوجه نمیشم. خب این عکس هم تلخترین عکس امروز. میگه از تلخترین اتفاقات این روزها رقابت شطرنج علیرضا و آریان
یا اتاری تاری بود که هر دو ایرانی بودن، اما اولی با پرچم فرانسه و دومی با پرچم نروژ مقابل هم به عنوان دو رقیب از دو کشور بازی کردند. بیچاره وطن، بیچاره ایران من. این ماجرا. و اما این ماجرای کلاب هاوس رو هم بهتون نشون بدم. نوشتن چی؟ مروری بر خاطرات چی مهرانزاده یا مدیرزاده، اینا دیگه مهم نیست، گذشت و رفت. ولی کتاب کلاس این گردهمایی های کلاب هاوس الان دیدید. آهان، این چیزیه که شاهین هم مسخرش کرده، مروری بر خاطرات با دکتر علیرضا نوریزاده که ایشون بهش میگه خال نوری، میگه این و این اتاقه رو میزنه، اون وقت خودش میره تو اتاقای دیگه، اونجا وای میسه حرف میزنه. باز شاهین خیلی قشنگ توضیح داده، میگه آقا من فکر کنم مردم دیوونه شدن، یه جایی 6 ساعت وای میسن میشینن یا خوابشون میبره که بتونن 2 دقیقه صحبت کنن. اینم یه عکس دیگه که میگه لوکوموتیو، و این ماجرای همون حکومت آخونداست که خامنه ای رو جلو نشون میده، چون یه نفر گفته بود که این یه اسکودر یه نفر است. اسکودر رو اینجا به این چیزایی که موتورای کوچولو هم مثل وسپا و اینا میگن، به این چیزایی هم که فلجا و اینا میشینن روش این ور اونور میرن، به اون چیزایی که تو شیراز تو ایران بهش میگفتیم اسکی، خودمون درست میکردیم، میگن. اینم از این ماجرا. نقاشیایی که میکشن بعضی وقتا یک نقاشی یا یک عکس گویاتر از هزار کلمه است، من این رو باور دارم. این میگه شرکت نکرده ها 30 میلیون، 1 میلیون اون قاضی زاده، همین که گفت قاضی زاده. ببینید دوستان، تو 4 نفر پنجم شده. بعد نوشته رئیسی با 17.9 میلیون، تقریبا 18 میلیون، رأی باطله تقریبا 4 میلیون، رضایی 3.5 میلیون، همتی 2.5 میلیون، و قاضی زاده هاشمی 1.5 میلیون، شرکت نکرده ها 30 میلیون. اینم نتیجه این هست. حالا چه باید کرد و اینها چه میکنن؟ شمایی که به مردم گفتید رأی ندید، فکر کنید اینها به حرف شما گوش ندادن و نرفتن رأی بدن. حالا برنامه تون چیه برای اینها؟ چه برنامه داریم؟ بیان بگی. اینم یک نظرسنجی یک نهاد در استانها و بررسی آرای 29,000 نفر. آها، اینو من عمدن گذاشتم با وجودی که از رأی گیری گذشته، میخواستم بهتون بگم دوستان. مثلا وایس آف آمریکا میگه ما یه نظرخواهی خواستیم، 80% مردم اینو گفتن. هیچ وقت صادقانه نمیگن که چند نفر تو رأی گیری شرکت کردن. کار رأی گیری درست اینه که بگه، مثلا اینجا میگه 29,000 نفر شرکت کردن، اینقدر درصدش این، و بایدم کنارش بنویسه از این اینقدر درصد چند درصدش چند نفر میشن اینقدر درصد. ما هنوز تو رأی گیری و اینها هم کارمون درست نیست، تقلب میکنیم، دروغ میگیم، سعی میکنیم عقیده خودمون رو چوب چپون کنیم، زور چپون کنیم. اینم ایام رأی گیری و اینها دخترای موتورسوار توی ایران مثل که آزاد شده بودن، اذیتشون نمی‌کردن. حتما شما هم این عکس‌ها رو دیدید. من همیشه گفتم کار این تلویزیون‌های شاه و لاهی و اینا خیلی آسون‌تره، چون بیننده‌هاشون یه مشت پیروپاتال هستن، اصلا نمی‌دونه کامپیوتر چیه، نمی‌دونه اینترنت چیه، تلفن هنوز تلفن‌هایی داره که مثل کاپوت ماشین بازش می‌کنن. ولی کار ما مشکله. عکسی رو که من اینجا نشون میدم، شما می‌بینی این عکس رو خودت فرستادی برای من، این عکس رو 4 روز پیش دیدی. پس ما باید خیلی زور بزنیم که به اصطلاح جلوتر باشیم. اینم گذشت و رفت، ببینیم چه خواهد شد. و اما میگه سال 88 میگفتید رأیی که دادیم چرا نیست، امروز میگین رأیی که ندادیم چرا هست؟ بیچاره رهبری از دست این مردم چه کار کنه؟ اینو من قبل از انتخاباتم نوشته بودم، هی میگفتن بشینید در خونه و جای نرید. گفتم نه آقا، بنده کار میکنم، کارگرم، مجبورم برم کار کنم، ولی میرم بیرون روز رأی کار میکنم، روز بعدشم میرم بیرون داد میزنم که رأی من کو، بانکا رو میشکنم. خیلی ها فوش دادن، گفتن آره دیدی مزدوری. میگم نه احمق، این کاری که شما انجام دادید، من دارم تعریف حماقتتون رو میکنم، شما اینقدر عصبانی شدید. حالا ببینید شما که اینقدر احمق هستید، ما با چقدر عصبانی بشیم. اینم یک نماینده دیگه رأی ما، ژیلا عبدی، که خب تو ایران خیلی از
محلا کردستان، لورا، قشقایی ها، اینا لباس های مخصوص دارن، لباس های زیبا، رنگارنگ، ولی این اکثر اینجوری که انداختن برای این حال احوال انتخابات و اینا یه مقداری دیگه، من چیزی نمیگم. بفرمایید دوستان، اینم نتیجه رأی دادن، میگه کدام طرفی پارو بزنیم، رأی بدیم از این ور میافتیم پایین، رأی ندیم از اون ور میافتیم پایین. این هم آقای میرزاده عشقی، که آقای لادن هم درباره میرزاده عشقی صحبت کرده بود و فکر کنم به نوشته های ایشون علاقه داره آقای لادن. میگه میرزاده عشقی گفته با چه روی سخن از شادی ما میگویید، دستتان خونی و از عدل خدا میگویید، چه غلط ها که نکردید پس پرده دین، توف به درگاه خدایی که شما میگویید. اینم از این ماجرا. یادم میاد بعضی از دولت ها میگه مثلا اعتصاب و اینها با اجازه فلان، بعد طرف میگه خب آقا یعنی نظر شما اگه موافق بود قبول میکنید، اگه نه ولش کن بره. ببینیم حالا این اعتصابات اینها به کجا میرسه و آقای کامیارم نگاه کنیم ببینیم برای ما چی فرستاده. دیگه منتقل میشه به هفته آینده، مگر اینکه دوستی برنامه رو حمایت کنه، ما به جای اینکه بریم کار بگیم خب میایم یه روزم برنامه میذاریم. خیلی ممنونم دوستان، لینک محسنی اژه‌ای یا اژه‌ای کرباسچی را محاکمه کرد. حالا این اژه همون دریای اژه و مال یونان و اینا هست یا یه جای دیگه هست، ما بلد نیستیم متاسفانه، از لحاظ تاریخ جغرافیا خیلی کارمون خرابه، حالا هم که دیگه با آمدن جی پی اس خرابتر شد. خب میگه بله، ولی بدون دانستن جزئیات آن هم مسائل چندین سال پیش نباید امروز او را قضاوت کرد. شما اشتباهات 20 ساله پیشون رو تکرار میکنید، من که نمیکنم. ایشون از من سوال میکنه، شما اشتباهات 20 ساله پیش رو تکرار میکنید، من که نمیکنم. اگه دوست دارید کسی اشتباهات گذشته تان را به رختان بکشد، محسن اژه‌ای را هم با قضاوت‌های زیادی محکوم کنید. انتصاب محسنی اژه‌ای یک امتیاز بزرگ داره و مسئله کشتار زندانیان 67 و اشتباه منتظری و بیت او بازماندگان حلقه نجف آباد و هاشمی نژاد در آن را به آرا و رأی و قضاوت عمومی گذارد. زخمی است که پیش از التیام باید باز شود و مرهم گذاری شود. باز کردن آن به نفع مردم و تاریخ است. خب آقای بهرام عزیز آذری، این نوشته شما ضد نقیزه. خودتون از یه جایی میگید گذشته رو باید نگیم و بندازیم بره، خودتون این پایین میگید این زخمه باید باز بشه، اگه یه چیزی داخلش هست که هی عفونت میکنه این رو برداریم بشوریم تمیز کنیم، آنتیبیوتیک بزنیم، پانسمان کنیم تا خوب بشه. زخم اونجوری خوب میشه که این خانواده ها رو بیارن، محاکمه ای باشه، مردم باشن، هیئت جوری، هیئت منصفه ای باشه، به اینها غرامت بدن، بله حتی از لحاظ مالی غرامت بدن، حتی از لحاظ چی ازشون عذرخواهی کنن. و یادتون باشه همونی که من میام میخونم با وجودی که از تمامش خبر ندارم، باعث میشه که شما امروز نوشته ای رو بنویسی که به نفع محسنی اژه‌ای است. خب پس ما داریم یک کاری میکنیم که به شما فرصت میده شما تبلیغ کنی برای اون. ولی یه چیزی هم دوست عزیز یادت باشه، شما اگه بیای به من بگی سور بی، یادت میاد 20 سال پیش چه آدم عصبانی بودی؟ من میگم بله. شما میگی عصبانی؟ من اصلا اولاغ بودم، خر بودم. میدونید با اینجوری که میگم، اگر یه روزی 20 سال پیش به یک کسی توهین کردم، اون میگه بابا امروز آدم شده. اینا آیا تا امروز اومدن از کارهایی که 43 سال گذشته انجام دادن به اشتباه عذرخواهی کنن؟ همشو میگن ما درست انجام دادیم طبق کتاب بوده. همین آقای همایون میگه خب اینا کتاب گذاشتن جلوش، این که قاضی نبوده، طبق کتاب گفته بزنید بکشید. آقا نباید عمل میکرد. همین چند هفته پیش یه جنرالی اومد تو آمریکا گفت ترامپ گفته برید بزنید کله اینها رو باز کنید، اون نرفته قبول نکرده، گفته ارتش رو بیار تو خیابونا، حکومت نظامی قبول نکرده، گفته من نوکر تو نیستم، من قانون اساسی رو رعایت میکنم، اینها باید بگن من نوکر تو نیستم، من نوکر این کتابی که شما نوشتید نیستم، من قانون قرآن و کتاب خدا و فلان اینا رو رعایت میکنم.
اون کاری که منتظری کرد، ولی میبینم شما اینجا منتظری رو مثل که زیر سوال بردید. یه روز مهمون ما باشید، بعد اون عکس هم سعدیه، اینا رو بردارید دیگه. شما که اسم خودتو نوشتید تو فیسبوکه، اگه باورمند هستی به جمهوری اسلامی، دوست عزیز، فیسبوک بودن شما کاری خلاف شرع و خلاف قانونه. اون وقت خیلی جالبه، رهبر جمهوری اسلامی میگه فیسبوک ممنوع، نمیدونم کلاب هاوس ممنوع، فلان، همشون اونجا هستن. خب خود این یه اشکال بزرگیه. رتب خورده من از رتب چون کند، اینجوریه، دارن هر روز صبحونه خورما میخورن، زورم رتب میخورن، شبم نمیدونم قصبک میخورن، اون وقت به مردم میگن نخورید. این نمیشه عزیز من. مردم باید بخواهن، مردم باید بخواهن، میخواهن. شما خواستید، چند نفر با دفاتر روابط عمومی چه کردن یا چه کردیم؟ من نمیدونم، شما سوالاتون خیلی ویگه، یعنی خیلی بازه، خیلی وسیعه. بیا اینجا یکی یکی سر یه مسئله کوچیکی باز کنیم، صحبت کنیم. من به شما میگم کاک سوربی عزیز گرامی، مشتاق دیدار، خیلی ممنون. خانم ملیه خانم، میبینم شما هم گاهی وقت پرچم آلمان و نوشته های آلمانی، نکست تایم بیایم آلمان یک مهمانی بذاریم، دوستان آلمانی دور هم جمع بشیم، یه وورتس و چی بخوریم. خیلی ممنون. از آقای سلیمانی هم تشکر میکنم که ویدیوی ما رو هم شیر میکنن با دوستانشون، هم گهگاهی نظر هم مینویسن. آقای شیخی میگه اژه روستای نسبتاً بزرگی است در اطراف شهر اصفهان، و با پس با اون دریای اژه و نمیدونم با هواپیمایی اژه و اینهای مال یونان کاری نداره. خیلی ممنون دوستان، من با شماها بودن باعث شده خیلی چیزها رو یاد بگیرم. داستان پسر بچه فردا فروش، یک بچه فالبین در بازار کار میکرد که زیادتر اوقات فالهای خوب خود و این فکر کنم دوستان افغانی نوشتن که زیادتر اوقات فالهای خوب خوب میکرد. از او پرسیدن این چی آقا فالهای خوب خوب میکرد؟ چرا شغل فالبینی را پیش گرفته ای؟ گفت به کسانی که در امروز خود مانده اند فردا میفروشم. خب جالبه، مرسی. حالا اگه افغانی هستید یا ایرانی هستید، ممنونم که با ما هستید. حملات لاتوار سام رجبی و همدستانش به مردم رای دهنده به سود حکومت و به زیان جنبش مردمی است. شما نظرتون چیه دوستان؟ این رو قبول دارید یا به اصطلاح باور دارید که اینها باید میرفتن و اون کار انجام میدن؟ این هم آقای همتی اگه اشتباه نکنم خواهرزاده رفسنجانی بوده، اینجا درباره اون نوشته. اجازه بدید چون گذشته و رفته انتخابات دیگه چیزی نگیم. توبه نامه ایرج قادری رو که آقای اکبری گذاشته بود با هم ببینیم. بدین وسیله به اطلاع ملت شریف میرسانم نظر به این که در دوران 21 سال فعالیت سینمایی خود قبل از انقلاب اسلامی ساختن تعدادی از فیلم های در رابطه با درگیری های شدید مالی حاکی از فیلمسازی شخصی در بدری به مدت 14 سال، برخورده های جنون‌آمیز در مقابل طلبکارها و در نتیجه گرفتار شدن در چنگ نزورخواران و فشار بیش از حد و بالاخره چارچوب های قراردادی بیمعنی و سلیقه و خواستهای تحمیلی تهیه و دستگاه در جو حاکم ناچار در مسیری غلط قرار گرفته بودم، اما لذا اکنون با توجه به درگاه خدا و خداوند متعال و همچنین تشکر از تک تک مردم و تشکر از بخشش و گذشت هموطنان عزیز و پرمه، به امید خدای بخشنده و متعال آمادگی خود را در راه خدمت به اسلام و وطن مسلمان ایران در جوی سالم اعلام میکنم. ایرج قادری. اینم سینمای ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. اجازه بدید که حالا که شما بیننده برنامه سوربی با مردم بودید، من یه بار دیگه ازتون تشکر کنم. همینجا برنامه امروز رو به پایان برسونم. این برنامه به زودی روی یوتیوب قرار میگیره، شما در هر ساعتی از شبان روز میتونید تماشا کنید. امروز چون این سیستم رو باز عوض کردم،
اون که بهتون میگه سابسکرایب کنید و اینها نبود. خودتون لطف کنید اگر روی یوتیوب هستید سابسکرایب کنید، چون این یک کار احمقانه یکی یوتیوب اگه بخواید سابسکرایب کنید میگه شما از بعد باید عضو ما باشید. خب دیگه با ایمیل هر کسی قبول کنید و اینها، نمیدونم. خب بذارید ببینیم که دوستان اگه چیزی نوشتن بخونیم. آقای آذری میگه آقا کی گفته من با رئیسی با محسنی اژه‌ای موافقم؟ شماره دوباره مطلب باران را بخوانید. فقط میگم گذشته من و شما و دیگران دلیلی برای آینده. چرا آقا این حرف شما بچه داری؟ اگه امروز بخوای بری سینما بچه تو میدی دست یه آدمی که مثلا 5 سال پیش بچه یه نفر آتیش زده یا 5 سال پیش به بچه یه نفر تجاوز کرده؟ چرا حرف زور میزنی؟ همه ما بر اساس گذشتمون کردیت و اعتبار میگیریم. حالا یه عده هستن خودشون میگن این گذشته من اشتباه بوده، عذر میخوام و تلاش کردم عوضش کردم، اونو ثابت میکنن به مردم، ولی نمیتونن بیان بگن آقا گذشته رو بریز زیر پتو و زیر فرش. یا علی مدد چون بچه تو بده من، برو سینما، وقتی برگشتی من یه جنازه به تحویل میدم، بیا مهمون ما باش، عکس تو عوض کن، با اسکایپ با هم تماس بگیریم، با فیسبوک بیا قشنگ با هم صحبت کن. میگه توبه گل مرگ است، به درد ایران فردا مردم فردا نمیخورد، مال دیروز بی خوده. حتی جمهوری اسلامی هم هنگام بخشش توابان به آن اعتقاد نداشت. من متوجه نمیشم. شما ببین دوست عزیز، شما درباره یک مسئله و یک جمله صحبت نمی کنی، درباره یک کتاب، اونم چی بهش میگفتن دائرة المعارف صحبت میکنی، میگی این کتابه میبینی. خب آقا از اینجا تا اونجا میلیون ها موضوع هست، شما به من بگو چه موضوعی، من نظر خودم رو بهتون میگم. آقای محسنی اژه‌ای که من چند روز گذشته دارم راجبش میخونم، مثل که سابقه درخشانی نداره حتی در رژیم جمهوری اسلامی. آقای رئیسی سابقه درخشانی نداره حتی در اینجا. چرا ما نمیگیم خاتمی آدم کشته؟ اونا مسئول بدن بیان جواب بدن. بله با قربان شما، یک چیز شما عالی است. من متوجه نمیشم چی نوشتی. بک‌گراند شما، آره این بک‌گراند ما، این عکس سان روم بهش میگن، اتاق آفتاب هست. خیلی ممنون بک‌گراند شما، ممنون و متشکرم. دوستان من هم اینجا هستون، خداحافظی میکنم، براتون بهترین ها آرزو میکنم. اگر در آمریکا هستید یا مثل که چیزم همین روزا روز استقلالش کانادا، حالا من نمیدونم کانادا استقلال از کی، اینا که بلند شدن از انگلستان اومدن اونجا، این ورش فرانسویه اون ورش انگلیسیه و بومیای اونجا هم زدن کشتن. همین هفته پیش آبروزی دوباره به پا شد. استرالیا این کاری کرده، نیوزیلند این کاری کرده، آمریکا این کاری کرده، کانادا این کاری کرده. باید بیان تقاضا پس بدن. آقا شما میگی 20 سال پیش 30 سال پیش، اینا نقل 200 سال پیش 100 سال پیش 400 سال پیش هنوز دارن تقاضا پس میدن. روز روزگار بر شما خوش. لطف کنید این برنامه ها رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. مرسی که با ما بودید.